و اما از نظر تلویزیون که روی پا بمونه، من میبینم، شاهد هستم که شماها چقدر به خصوص شخص شما دارید زحمت میکشید که این تلویزیون سرپاش باشه. و خودم فکرم این هستش که چه کار بکنیم، یک کاری بکنیم که این تلویزیون بمونه. ولی آقای سکوی عزیز، الان که امروز برگشتید گفتید که به هر طریقی شده باشه این تلویزیون رو نگه میدارم، من نوعی رو شما امیدوارتر کردید. حال بینندگانمونم برجه، یعنی من در شما میبینم که با چنگ و دندونتون میخواین این تلویزیون نگه بداری، و همینطورم خب میبینم که بینندگان عزیز حالا با هر طوری که براشون امکان داره، یکی با بودجه کم، یکی با بودجه زیاد، ولی میخوان که تلویزیون رو نگه بدارم. و این که شما بینندگان زیادی دارید، من بدون هیچ رو در بایسته باید بگم بله دارید، برای اینکه من خودم آدمی هستم که با خیلی در ارتباط هستم، و چه در ایران چه در خارج از ایران، پیام هایی که میبینم، تلفن هایی که هست، ایمیل هایی که در فیسبوک. همین دیشب من ساعت 4 بیدار شده بودم، بیدار بودم، یعنی در واقع من در ماه مرداد ما اصلا خواب ندارم، به خصوص این دو شبی که گذشت. و آمدم برم کامپیوتر رو روشن کردم، دیدم اتاق خسرو فرابهر عزیز باز بود به عنوان که برای بزرگ داشت، و این بچه رفته بود 3-4 ساعت از کارشم آف گرفته بود. تمام صحبت هم اینه که در اونجا صحبت از تلویزیون آریامه بود، صحبت از برنامه بود. خب این برای ما خیلی ارزشمنده، خیلی میتونیم بهش افتخار بکنیم. و اما امیدوارم که با همین نیرو، با همین انرژی که در شما میبینم، و با اینکه الان شما یک کمی میبینم آرامشتون رو دارید، از نظر مالی میدونم در مزید، ولی صحبت هایی که داری میکنید و اون تحلیل هایی که میکنید خیلی مهمه که در آرامش بتونیم به مردم منتقل بکنیم، چون سلامتی همه شما، چه آقای آریان چه شما، برای ما بسیار مهمه که باشید که بتونیم کاری بکنیم. اگر خدای نکرده نباشیم که کاری نمیدونیم. پس باید هوای همدیگر رو در هر زمینه‌ای داشته باشیم، و میدونم که بینندگان تلویزیون آریامه ما رو تنها نمیگذارن. من ایمان رو دارم، و همینطورم که میبینین که الان با فداکاری و با کمک شما باز هم ما در خدمتشون هستیم و میمونیم. میمونیم 100%. به هر طریقی که امکان داره این قول رو میدیم که تلویزیون رو نگه بده. و اما فرمودید راجب دوست و همرزم عزیزم خانم سوزی یاشا، ایشون حالشون کمی بهتر هست، خب گرفتاری‌های و مسائل رو دارن، مریضی، هممون گرفتاری داریم اینا. و همیشه میبینم که چقدر در فیسبوک فعال هست، همیشه از ایرانش و پادشاهش صحبت میکنه، و اشکاش رو گهگاهی میبینم که برای پادشاهش میریزه. و امیدوارم که، آرزو میکنم که این همسنگر عزیز ما روزی در کنار ما باعث سعادت و سرفرازی ماست که این شیرزن هم به ما بپیوندن در این روزهای بسیار حساس تاریخی. نیاز داریم به همه، بله، و همچین زن و مردانی که در کنار ما قرار بگیرن. و منم دوستان عزیزم از منم خواستم، و خود شما و حتی آقای آریان جناب وزین، همه تون از من خواستید و منم باهاشون صحبت کردم. امیدوارم که در اولین فرصتی که آرامششون رو داشته باشن و قبول بکنن که در کنار همرزماشون باشن، چون من شخصا افتخار میکنم که زن مبارزی در این تلویزیون بیاد و در کنار ما. 100%. من اعتقاد دارم که تیم آقای وطنخواه، شما، سرکار خانم سوزی یاشار و من به اندازه 400,000 سوار که در تلویزیون های دیگه باشند، برنامه ساز می توانند یک تیم بسیار قوی، دو مرد وطن پرست و دو شیرزنی که نشون دادن در طول سالیان گذشته حقیقتاً تمام زندگیشون رو کوله باری پر از مهر و عشق به ایران دارند، رو می تونه در این روزهای بسیار حساس با پیوستن سرکار خانم یاشار به این سنگر، با تمام گرفتاری ها و کسالت هایی که هممون داریم، من هم دارم، ایشون هم دارم، شما هم دارم، هممون بر تقدیر، بتونیم یه مقدار قوی تر و با قدرت تر در این روزهای حساسی که هزاران دسیسه پشت پرده، چه از نظر استعمار خارجی، چه از نظر رژیم اشغالگر اسلامی،
و تمام مزدوران و جیرخارانی که در خارج از کشور الان یک طرح پشت پرده پنهان نیمه پنهان رو دارن پیش میبرن تا دوباره از درون همین رژیم بلکه بتوانند این رژیم رو تثبیت کنند با یک نقل و انتقال بین مهره ها و تمام هدف این که وزارت امور خارجه آمریکا اجازه میده سازگاراها، نوریزاده ها، گنجی ها، ایکس ها، ایگرک ها 500 هزار دلار جایزه بگیرن و نمیدونم در وایس آف امریکا، در بی بی سی، در این ور اونور باشن، اینها همه یک هدف مشخصی است که داره دنبال میشه و ما میبینیم بسیاری از این مهره ها هم در دو سه تا تلویزیون های سیاسی این شهر همزمان هم دارن کار میکنن. پس میمونه فقط ما. اینجاست که ما که علنا میگیم براندازی رژیم در کلیت و در تمامیتش رو میخوایم، خط فکری و ایدئولوژی سیاسیمون رو، تفکر و بینش سیاسیمون هم رو کردیم که ما طرفداران نظام پادشاهی پارلمانی هستیم. شما هیچ رسانه‌ای رو نمی‌بینید که به این مسائل بپردازه، همشون در سایه هستند. توجه می‌کنید؟ یعنی خانم سوزی یاشار بیاد اینجا جلو دوربین بشینه، همه می‌دونن ایشون طرفدار تاریخ و تمدن و فرهنگ 2500 ساله ایران، یعنی از عاشقان کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، رضاشاه بزرگ، آریامهر، ایران پدر، یا شخص شما یا بنده یا آقای وطنخواه. ما کارمون بسیار مشخصه. ما تلویزیون رو وسیله‌ای برای کاسبی و یا وسیله‌ای برای گول زدن مردم نکردیم که مثلا بعد از 12 ماه 3 روز مثلا بیایم به یه مسئله‌ای بپردازیم بریم سال دیگه بیایم. ما 23 ماه داریم یه کار واحد و مشترک رو پیش میبریم. جنگ با رژیم اسلامی، دشمنی با اشغالگران خاک کشورمون و در نهایت احترام به تمدن و تاریخ و فرهنگ. ببینید جناب سکوی، هر رادیو، هر تلویزیونی بیننده های خودش رو داره. دقیقاً همینطور. و شما باور کنید، حتی میتونم به جرئت بگم که هر رادیو و هر تلویزیونی حتی برنامه ساز مخصوص خودش رو در هر جا داره. یعنی دنبال میکنه که ببینه که چی میگه. اونهایی که میخوان که از این تلویزیون به اون تلویزیون برای مسائل دیگه بشه، مثلا فراموش کنه. ولی راهی رو که انتخاب کردیم و الانم دیگه دو روز هست که میبینیم، میگیم ما راهمون رو باید همون جور بریم با ایران. خیلی مهمه که ما با بچه های ایران باشیم و مردم ایران، مردم ایرانی به خصوص میخوام بگم، اینقدر تیز هستن و بهترین داور هستن. راهشون اصلا احتیاجی نیست که ما دیگه اصلا به این مسائل بپردازیم. مسئله ایران رو بریم، مسئله ای که تلویزیون رو سرپا نگه بداریم و بریم برای مبارزه اصلیمون. و با هر کسی، همونجور که شما بارها گفتیم، من امروز دشمن دشمن من جناب سکوی دوست ما، چرا که ما میخوام این بار سنگینی که بر زمین هست به همت همدیگه بلند کنیم. ولی حواسمون هم جمع هستش که ما عادت دلمون چه آرمانی داریم، چه کار میخواییم بکنیم. بیایم اول دشمن بعده. حالا اگر ادهی دست نشونده هستن یا رادیو تلویزیونی با کسی داره کاری بکنه، بالاخره برملا شده و برملا میشه. اونم ببینید کار بانو عبدی، همونطوری که اشاره فرمودید، در ارتباط با هوشیاری، درایت و فهم و شعور بچه ها در درون ایران من. که حتی از زمانی که منده و شما اون سن و سال در درون ایران بودیم، ضریبش بسیار بالاتر این روزا به سبب عصر تکنولوژی من. که یک خبری مثلا وقتی ندا تیر میخوره 30 ثانیه طول نمیکشه تو دنیا پخش میشه، بچه ها به اخبار دسترسی دارن، بچه ها میدونن تو دنیا داره چی میگذره. بچه ها یک برنامه ساز تلویزیون وقتی برنامه اجرا میکنه دقیقا میدونن این داره چی، چون تو نبض جامعه هستن. و همونطور که شما فرمودید، ما در طول 2 سال گذشته وظیفه اصلیمون که شناساندن بسیاری مسائل در برون از مرزهای ایران به درون بود، چون بسیار هم همین رسانه ها مردم رو در ایران گول زدن، نومید کردن، مایوس کردن، توجه میکنید کسب اعتماد از اونها به مراتب سختتر از 5 سال پیشه، 10 سال پیشه. ولی الان ما به قدری در دل مردم در ایران جای گرفتیم با این تلفن هایی که میان، کاملا مشخصه.
التماس میکنن به برون مرزی ها کمک بکنید نکنه این تلویزیون که تنها امید ماست قطع بشه. بله. پس در این صورت همونطور که شما اشاره کردید هدف اصلی ما باید یارگیری در درون ایران باشه، نزدیک شدن قلبمون، قلوبمون به قلوب ملت ایران باشه و در نهایت ما بتوانیم یک پایگاه، یک سنگر ملی مردمی برای اولین بار رسانه‌ای باشیم که با مردم در درون ایران ارتباط قلبی و صادقانه برقرار کنیم، نه اینکه بخوایم باز گولشون مثل دیگران بزنیم. توجه می‌فرمایید و این کار انجام داده میشه، به نفع احسن داره پیش میده و مرحله بعدی هم یکی دیگر از هدف‌هایی که ما باید بسیار ظریف و دقیق خانم عبدی بهش بپردازیم، حیله‌ها، مکر و سناریوها و پروژه‌هایی است که رژیم در طول این 30 سال پیش برده برای اینکه حواس‌ها رو پرت بکنه و برای اینکه بتونه مقاصد خودش رو توسط اربابان خودش